مقامات فرانسوی یک زوج بازداشت شده را به همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و تلاش برای کشتن یهودیان در آلمان و فرانسه متهم کردند. این زوج عبدالکریم 34 ساله و صابرینا 33 ساله معرفی شدند که از 15 اردیبهشت امسال در بازداشتند. بنابر گزارش‌ها این دو نفر عضو یک گروه تروریستی تحت حمایت تهران بودند و قصد داشتند به شهروندان اسرائیل در پاریس، مونیخ و برلین حمله کنند. این گروه همچنین مسئول آتش‌سوزی‌های برنامه‌ریزی شده در 4 شرکت اسرائیلی در جنوب فرانسه معرفی شده. اداره امنیت داخلی فرانسه اسم این پرونده را مارکوپولو گذاشته و اعلام کرده که این اقدامات نشان دهنده افزایش فعالیت‌های تروریسم دولتی و پیگیری سیاست قتل‌های هدفمند جمهوری اسلامی در اروپا است که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس تشدید شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از بریتانیا مهمان ما هستند. آقای تقی‌زاده عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا میخوام ارزیابی شما را از این پرونده بپرسم که عوامل جمهوری اسلامی به نظرتون به چه صورتی و از چه طریقی در اروپا نفوذ کردن؟ این تازه ترین تحولی است که ما گزارش اون رو در رسانه‌های اروپایی میشنویم و شاید نماد تغییر نگاه و رویه دولت‌های اروپایی به نحوه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی هم هست. بخصوص بعد از کشته شدن هانیه در تهران و تهدید تهران به انتقام‌گیری، به تلافی‌جویی، ظاهراً جمهوری اسلامی اقدام بزرگترش رو به عقب انداخته، یعنی تلافی‌جویی مستقیم علیه اسرائیل، و همزمان فعالیت‌های تروریستیش رو در اروپا افزایش داده علیه منافع اسرائیل، نمایندگی‌های سیاسی اون کشور در شهرهای مختلف اروپا، و این توجه کشورهای اروپایی رو جلب کرده. این فقط فرانسه و آلمان نیستن که خودشونو در مزان تهدیدهای جمهوری اسلامی می‌بینن. همین چند هفته قبل سازمان امنیت و اطلاعات ضد جاسوسی سوئد هم چنین گزارش‌هایی رو در مورد تهدید مقامات دیپلماتیک اسرائیل در استکهلم منتشر کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به عنوان شاید بزرگترین تهدید تروریستی دولتی در دنیا، حالا علیه کشورهای اروپایی و به خصوص علیه منافع اسرائیل طرح‌های گسترده‌ای رو داره، و اگر اروپا واقعا در این مورد اقدام عاجلی انجام نده، ممکن است که لطمه‌های سیاسی تروریستی مهمی رو جمهوری اسلامی در اروپا وارد بکنه. آقای تقی‌زاده، دقیقاً سوال همینه که اروپا، کشورهای اروپایی چه راه‌هایی دارن برای مقابله با این اقدامات؟ چون در گزارش هفته پیش اشپیگل هم اومده بود که جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار استفاده می‌کنه برای انجام چنین اقداماتی. اینم تازگی نداره. وقتی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که یکی از تروریست های جمهوری اسلامی، نیروهای قدس، با یک گروه تروریستی خارجی در ارتباط بوده، برای اینکه سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن رو هدف سوء قصد قرار بده، یکی از این پرده ها رو بالا زدن. اروپایی ها هم واقعا به مکالمات مراکز اسلامی که حالا تعطیل کردن در هامبورگ و در لندن آشنا بودن. اونها میدونستن که آقای هادی مفتح با تهران در ارتباط مستقیم، میدونستن که آقای سید هاشم در لندن در ارتباط با دفتر آقای خامنه ای. نه تنها اینا رو تعطیل نکردن، دفتر لندن حتی صدها هزار دلار کمک مالی هم از دولت به عنوان سازمان خیریه دریافت میکرد. اینها رو اروپایی ها میدونن، ولی در مقابل جمهوری اسلامی هنوز جبهه واحد و جبهه جدی نداشتن. شاید به یک دلیل که سیاست‌های کشورهای اروپایی، به خصوص اتحادیه اروپا، هنوز سیاست‌های لیبرالی است. هنوز آقای جوزف بورل که سابقه عضویت حزب کمونیست، سابقه عضویت در حزب سوسیالیست داره، خط مشی این اتحادیه رو تعیین می‌کنن و حمایت از جمهوری اسلامی عملاً به عمل میارن، و جمهوری اسلامی از این قضیه سوء استفاده می‌کنه. اگر این سیاست تغییر بکنه که انتظار میره تغییری پیدا بشه، اروپایی‌ها همه ابزار لازم رو برای لاقل پیشگیری از این اقدامات در اختیار دارن.
بله. آقای تقی‌زاده، در این گزارش ها اشاره ای نشده که دقیقا کدوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مجری یا طراح این اقدامات بودن، اما خب ما میدونیم که در تمام سالهای گذشته سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس این سپاه مسئول عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی بوده. خب فکر میکنین که چه راهی وجود داره برای مقابله با این اقدام؟ و یک سوال دیگه این که فکر میکنین این پروژه ها همه به دستور شخص علی خامنه‌ای داره انجام میشه؟ بگذارید یک نیم قدم کوچک به عقب برگردیم. آقای جوزف بورل وقتی که فشار آورده میشد برای اینکه سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنه، به این بهانه خیلی بچگانه متوسل شد که برای قرار دادن اسم سپاه پاسداران، عملا سپاه پاسداران که همه نیروهای سپاه پاسداران کار تروریستی خارج از ایران انجام نمیدن، این نیروهای قدسه که خارج از ایران اقدامات تروریستی انجام میده. داخل ایران هم اطلاعات سپاه است که تروریسم رو علیه اتباع ایران در داخل کشور عملی میکنه. وقتی از آقای بورل به عنوان دیپلمات ارشد اروپا خواستن که اسم سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی بگذاره، همون کاری که کانادا کرده، همون کاری که آمریکا کرده، اون به این بهانه متوسل شد که یک دادگاه کشور اروپایی باید سپاه رو محکوم بکنه تا ما دلیل قانع کننده داشته باشیم، که این دلیل هم واقعا دلیل واردی نیست. به این علته که اگر اروپایی‌ها تا به حال سرپیچی کردن از قرار دادن اسم سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، یه بهانه‌شون محکوم نشدن در دادگاه بوده. در حالی که آقای بورل خیلی خوب میدونه و از اطلاعات کشورهای اروپایی هم مدارک کافی دریافت میکنه که بتونه سپاه رو در لیست کشورهای تروریستی قرار بده، اروپایی ها میدونن و میتونن در مقابل سپاه بیستن. ولی اینکه آیا نیروهای سپاه با علی خامنه‌ای در ارتباطن، البته که هستن. همین آقای مفتح که در آلمان فعالیت میکرد به عنوان مرکز اسلامی هامبورگ، در ارتباط مرتب با دفتر خامنه‌ای بود. با آقای هاشم موسوی مرکز اسلامی لندن که حالا تعطیل شده، به عنوان دفتر علی خامنه‌ای اقدام میکرد. طبیعی است که اینها دستورات مستقیمشون از دفتر خامنه‌ای میگیرن و میدونن که آقای خامنه‌ای مستقیما در کار تروریسم داخلی برای سرکوب اعتراضات و تروریسم خارجی از طریق نیروهای قدس دست در کاره. چقدر فکر میکنین که این تهدیدها جدیه و آیا فکر میکنین که این حملاتی که قرار بوده انجام بشه بخشی از یک پروژه بزرگتر جمهوری اسلامی میتونه باشه؟ بدون شک، هر چقدر که میدان پیدا بکنه. این خاطره تاریخی نیست. خیلی از عمر اقدامی که در سال 94 در آرژانتین انجام دادن، ده ها آرژانتینی رو که یهودی بودن به قتل رسوندن در مرکز آمیا، و یا دادگاه میکونوس که علیه گروه های به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی بود، هنوز از یاد مردم نرفته. در آمریکا دو اقدام تروریستی جدی صورت گرفت که بعد انیس نقاش رو به تهران دعوت کردن. این اقدامات سابقه چند دهه داره. جمهوری اسلامی از ابتدای تکوینش، از شروع دهه 80 میلادی در این کار بوده و همچنان این کار رو ادامه داده. بنابراین قبول بکنیم حالا که در یک خصومت جدی خودشون رو جمهوری اسلامی با اسرائیل میبینه، اقدامات تروریستیشو با استخدام گروه‌های قاچاقچی و تروریست‌های محلی تشدید کرده باشه و برای این کار پرونده داره و برنامه و طرح جامعی داره. تشکر میکنم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از بریتانیا مهمان ما بودید.